درود مجدد و ممنون از شما که بیننده هستین و خوش آمدین به برنامه بدرود 1402 و خوشحال هستیم که شما عزیزان را با خود داریم و به امید از این که بسیار فرصت کم مانده، اندک مانده که به خیر سال جدید میشه، سال تبدیل میشه و یک سال بسیار خوب و خوش پر از دستاوردها و صفا و سمیت را بر شما هموطنان عزیز تمنا دارم. مهمان بسیار عزیز و پر افتخار ما جناب محترم آقای حاجی صاحب سخا، دکتر صاحب سخا را با خود داریم و خوشحال هستیم که حضور پیدا کردن. سلام شبتون بخیر هستید. سلام خدمت شما، سلام خدمت همکار تکنیکیتون و سلام دیگه خدمت هموطنان عزیزی که ما را از طریق کمره تلویزیون آرزو میبینن. سلام. امیدوار هستم که سال را که گذشتانده باشن پر از موفقیت و پر از خاطرات نیک بوده باشه. انشاءالله. و از خدای متعال میخواهیم که سال که روبروی داریم سال با عزت، سال با برکت، سال پر از خوشی و با یک دعا یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنهار یا محول الحول والاحوال احول حالنا الى احسن الحال، خداوند سال نو را، سال با برکت، سال با عزت، سال پیروزی، سال آرامش و سال پر از موفقیت بر هموطنان ما قرار بدن. با امید از اینکه یک سال خوب را روبروی داشته باشیم. بله بله، تشکر از پیام بسیار زیبایتان. در کنار از این آرزوهای کردین آقای سخا، چقدر بر خودتان آرزو میکنین که بازم موترهایتان زیادتر لیلام شود، فروخت شود؟ مسئله لیلام موتر، مسئله فروش موتر یک طرف قضیه است، مسئله تجارت یک طرف و مسئله از این که وقت هموطنان ما امسال تانستن تعداد زیاد هموطنان ما از طریق شرکت سخاوت و نمایشگاه موتر سخا موترهای خوب را به دست بیارن، این من خوشحال هستم و در سال آینده ما پلان دارم با یک دستگاه کمپلکس بین المللی به پیشواز سال نو برم و نمایشگاه سابقی که موتر فروشی و نمایشگاه ما بود او را تبدیل کردیم به کمپلکس که تقریبا متصل شفاخانه افغان سویس روبروی شفاخانه کیشا، در اونجا یک نمایشگاه موتر ایجاد کردیم که 7 منزل است و هر منزلش بر یک موتر مخصوص، مثلا منزل اول تویوتاست، منزل مکمل تویوتا دیگه لند کروزر است، منزل 3 پرس است، منزل 4 اکواس، به این ترتیب که ما انشالله در تاریخ 20 رمضان ای را افتتاح میکنیم و امیدوار هستیم همه هموطنان ما بایی که سال نو میشه، بایی که روزهای نو می، پلانهای نو داشته باشند، در کاروبار خود انکشاف بتن. ما قسم انشاءالله با امید خدا، با امید خدا پلان کردیم که در هر منزل یک نو موتر داشته باشیم و همیشه به شکل لام به متنا عرضه بکنیم. چطور یک پلان گرفتین آقای سخا؟ خوب است که آدم نوآوری بکنه، قسمی که لیلام در افغانستان سابقه نداشت. بله بله. اتو قسمی بود که در ادارات دولتی موترهای بسیار فرسوده را لیلام میکردن به قسمت به قیمت بسیار نازل، باز اون موتر که کاملا از چرخه فعالیت باز میمونه. این انگیزه را ما برای هموطنا دادم که شما میبینید که بله بله در قسمت موبایل، در قسمت موبایل لیلام مود شده، جای مود شده و خدا برشان. آقای سخا یک چیز ما براتون بگویم، هر کس هم نمیتونه، کار هر کس هم نیست. من یک تعداد نمیبینم ویدیوهاشون موتره خود لیلام میکنن، اما استایل را که شما دارین، اما جذبه خاص را که شما دارین، هر کس نمیتونه دیگه. شما لطف میکنین، هر کس اما شیوه به خصوص خود داره و ما کاری که میگز عرفی که از قلب بخیزه، از دل بخیزه، دل میشینه و عرفایی که من میزنم عرفای هست که امتانا او را تصدیق کردن آمدن و ما یک لیلام شاهد هستم که یک کسی یک موتر لیلام کرد صبح ساعت 10 بجه و آدم دروازه امنیتی جلب شد. خب او را جلب کرده بودن صاحب موتر که این موتر از ماست و اینه که تو لیلام کردی 16000 خریدش است، تو چرا 6000 ایره لیلام کردی؟ 6000 لیلام و الحمدلله موترهایی را که ما لیلام کردیم و به دسترس هموطنا قرار دادیم. در اول فکر میکردن هموطنا که این لیلام یک چیز است، گپ ناق است، یک موضوع تبلیغاتی است. تبلیغاتی است، بله. تبلیغاتی است. وقتی که میامدن میگفت که راست است یا تلفن میکردن یا مسیج میکردن، وقتی که آمدن و من اعلان کردم کردوس ما که هر موتر مرا خوشش میه و به همین قیمت برش خوش داره،
میتونه اما قسمتی که فیلم را که ما دو لیلام کردیم یک اسکرین شات بگیره به پیش رئیس دفترم یک دو سال 200 دلار کمتر او را تسلیم شود. بعد از اینکه کار را کردیم و متنای میان کردن حالا الحمدلله هفته 20 موتر در موتر لیلام میکنم. خب و دو یعنی آقای سخاوت در کنار لیلام فروش هم میشه؟ بله بله. خب در یک سال گذشت حالا بس ما بیشتر از یک سال گذشته است ما بدرود خدافظی میکنیم که تمی سال یادتان است باید دارین به چه تعداد موتر فروختین؟ تعدادش مشکل است بگویم و درست نیست بگویم. خب خوب بود الحمدلله از خدا راضی هستم که موفقیت خوبی را خداوند شامل حال ما کرد. بله بله بله. و ما از خدا شکرگزار هستم سال خوب بود و در هر حال از حضرت علی علیه السلام پرسان کردن گفت که چی وقت کاملا بی‌نیاز میشی؟ چی وقت انسان بی‌نیاز میشه؟ چی وقت انسان دیگه چیز ضرورت نمیداشته باشه؟ گفت که یک نکته برات میگم که وقتی که انسان قناعت داشت. بله. من الحمدلله با همه گپایی که پروردگار لطف کرد برای من ازش شکر گذار هستم. موفقیت های خوب داشتیم. امیدوار هستم همه هموطنان انشالله بخیر این موفقیت ها را داشته باشه. آقای سخا شما یک تجارت پیش هستین دیگه کاروبار میکنین زیاد مصروف هستین در موتر فروشیتون شاید معاملات دیگر هم داشته باشین. بیایم از مناسبت ها صحبت بکنیم. شما مردم شما تجارت تجارها وقت هم دارین فرصت هم دارین که برین از نوروز استقبال بکنین نه سال نو استقبال بکنین اما مراسم را که به طور مثال ما انت یک میز هفت سین جور کردیم شما هفت میوه جور کنین در خانه لباس های جدید هفت میوه و شیرنی و کلچه ای وقت را دارین یا خیر؟ اینطور است هر 24 ساعته که پروردگار برای ما یک فرصت میده وقت استراحت، وقت کار، وقت عبادت، وقت تفریح و در طول سال انسان باید پروگرام‌های به خصوص خود داشته باشه. وقت برای فامیل خود، وقت برای اولاد خود، وقت برای صحت خود، وقت برای مناسبت‌های مثلا عید و نوروز و برات و دیگه‌پا برای هر کدامش یک وقت مشخص باید داشته باشه. و انسانی که در زندگی خود پروگرام مشخص نداشته باشه، تقسیم اوقات مشخص نداشته باشه، انسان ناکام است. بعضی‌ها فکر می‌کنن که بعضا شاید 24 ساعت کار بکنن. بله بله. و یا فکر کنن 24 ساعت تفریح بکنن. نه. هر چیز وقت داره. وقت خوردن، آشامیدن، کار، استراحت، عبادت، هر چیز و مناسبت‌های نوروز و عید و برات و مولود و محرم و اینا همش مناسبت‌هایی است که انسان باید بله. اونا شما برسن. یعنی سهم می‌گیرین دیگه بله. در این کارا علاقه‌مند بله. هستند. بله. بله. از نوروز چی کارایش انجام میدین آقای سخا؟ از نوروز، نوروز اولا به مسابقه یک روز نو به مسابقه از این که ما وقتی که صبح از خواب میخیزیم برای دوستای خود میگیم صبح بخیر. بله. صبح بخیر یک اراده نیک و یک خواست نیک برای یک دوست میگه که صبح بخیر، شب بخیر. وقتی طعام میخوری میگه اشتیای خوب. بله. وقتی که به کار میری میگه که چانس خوب. و وقتی که یک سال را انسان پشت سر میگذرانه و یک زمستان را پشت سر میگذرانه، یک تاریکی را پشت سر میگذرانه و میره به استقبال بهار سبز، به استقبال یک بار دیگه قدرت پروردگار عالم نمایان میشه که از یک چوب خشک یکی انار میرویه، یکی سیب میرویه، یکی انگور میرویه. این یک بار دیگه حکمت پروردگار، قدرت پروردگار یک بار دیگه به نمایش گذاشته میشه. چمنهای خشک سبز میشه، تاکستانهای خشک سبز میشه، انگور میگیره و در خریطه های بسیار مقبول ظریف شربت های بسیار گوارا از حکمت پروردگار. درخت های سیب، درخت های انگور و انار همه از حکمت های پروردگار است. بهار ما وقتی که میگیم بهار نو، سال نو، روز نو، انسان باید همیشه دعا بکنه که در روزای نیک، در روزایی که روبروی داریم ایده به فال نیک بگیره. و نوروز هم چون ختم سال گذشته است و آغاز سال نو باید با یک پیشواز عالی، با خوردن میوه‌های مختلف، با رفتن به باغ و بستان و باغزارا و اینا تجلیل بکنه. بله من فکر نکنم آقای سخا که وقت هم داشته باشی بری یگان باغ و بستان در نوروز. نه خب روز نوروز روز است که باز آدم
مجبور است که برای یک اون نمایشگاه و گپسخانه بسته میکنین باز دروازه شد؟ روزهایی که کار بر کار، کار تفریح بر تفریح، فامیل برش وقت مشخص. من اما ساله در روزای نوروز دو روز سه روز پیش مزار شریف میرفتم. این دفعه نرفتین؟ مزار شریف میرفتم و در اوجا در مراسم جندبالای منصوب حضرت علی علیه السلام در اوجا شرکت میکردم. امسال متاسفانه این موضوع نمایشگاه جدید مصروف تان ساخته مصروف ساخت و نتانستم برم. بله واقعا همین نوروز سال نو هم دمی مزار لذت دیگه دارم. بله وقتی که دم جندبالا میرن و حضور پیدا میکنن دم و تپای لاله و گل سرخ و ارغوانه که در اینجا است، واقعا همین بوی احساس نوروز دم مراز مزار لذت دم مزار شریف است. بله یگان ویدیو رو دیدم، من فکر کنم در این نوروز بسیار مصروف هم هستین آجی صاحب، بخاطر که من یک ویدیو رو دیدم نفهمم واقعیت است یا خیر. گفتن بچه حاجی سخار نامزاد شد عروسی نامزاد شد. خب مسائل نامزادی بچه حاجی سخار یک گپ مهم نیست. نه یعنی منظورم از اینکه شما این حال نوروزی میبرین و گپ سخار گپ پس گپ پس نوروزی را بردیم نوروزی را بردیم و دو نوروزی الحمدلله دو نوروزی یک نوروزی برای یک بچه‌م برای سال جان و نوروزی دیگه برای بچه‌م سوال جان. او نامزادش در کانادا است، بر از او نشد که نوروزی ببریم، اما مسئله نوروزی خیلی یک رسم و رواج یک دلخوشی است، باید او را آدم انجام بده. حالا میگن یک تعداد میگن پیسه‌دار باشه، میگن نوروزیشون هم متفاوت است، حاجی صاحب خوب پیسه هم مصرف میکنن، خوب کش و فش میگیرن، در رقم 20 رقم هر چیز هم. شما هم تو یک کار کردین یا نه؟ والا یک کم لباس گرفتیم و یک کم میوه تازه و میوه خشک و خینه و منظور آجی صاحب از یک کم اقیقک نیست دیگه، یک کم حتما زیاد باشه دیگه. خیلی خوب، چی پلان دارین؟ گفتین که نمایشگاه قرار است که نمایشگاه را باز بکنین، افتتاح بکنین، بغیر از کارهای تجارتی چی پلان داری آجی صاحب در سال نو انجام بتین بجز از مسائل کاری؟ در این سال نو خدا اگر بخواه که انشالله از خدا توفیق میخوایم، عروسی دو تا بچه است. ماشاءالله ما رو خبر میکنین باز؟ هزار دفعه قدمای بعد نامزاتی خبر نشدیم. نامزاتی چیز نبود، یک شیرنی گرفتیم و شیرنی خوری گپا نکردیم و شیرنی خوری دو تا پسرم است الحمدلله و همین مسئله نمایشگاه جدید که یک شیوه جدید و یک کار جدید، یک جای جدید، یک بخش آیه که واقعا باشه که آدم لوکس زندگی کنه. لوکس زندگی کنه. شما زندگیتون همیشه فکر کنم لوکس بوده آجی صاحب؟ نه، بسیار برخلاف. ما زندگی بسیار فقیرانه و بسیار غریبانه داشتیم و همیشه انسان با قناعت بودیم. ما تا چند سال پیش دو تا اتاق داشتم و بر زندگی کردن دو تا اتاق برای زندگی کردن دو تا اتاق داشتم، یعنی دو تا اتاق زندگی میکردم، بسیار با عزت زندگی. زندگی وقتی که انسان قناعت داشت عزیز بیادر زیباست. زندگی در تلاش زیبا نیست، زندگی در ارث در اسادت زیبا نیست، زندگی در قناعت زیباست. ما بارها با خود گفتیم، با دوستایم گفتیم من یک آرزو دارم یک باغک خرد داشته باشم، در او یک اتاق گلی داشته باشم، یک دانه چارپایی باشه، یک دانه دگدان گلی باشه و یک دانه تندور باشه و یک زندگی ساده، یک شرشره آب باشه. این زندگی زندگیست، این زندگی که موبل باشه و فرنیچر باشه و ارکی بامش بیشتر برف بامش بیشتر نه، او لذت نداره. زندگی وقت لذت داره کارامش خاطر داشته آرامش باشه. شما خوشحال داشته باشین دیگه سبی آرامش. زندگی وقت زیباست که تشویش نداشته باشی، زندگی وقت زیباست که با فامیلت، با دوستایت، با همگی با قلب پاک یکسان برخورد بکنی و همگی دوستت داشته باشه. من یک گپ دارم، یک گپ افتخار میکنم که هموطنانم زیاد دوستم دارن. بله به نهایت دوستم دارن و دوستی از اینا برای من فخر است، برای من افتخار است و در هر کجایی، از هر کجایی که دوستای من همین که میگن آجی صاحب سخا، من نه به صفت عزیز بیادر، نه به صفت رئیس یک شرکت، نه به صفت رئیس یک نمایشگاه، به صفت برادر خرد تمام افغان ها، به صفت برادر خرد تمام افغان ها میخواهیم در قلب افغان ها جای داشته باشم. شان، شوکت، شرکت، موتر، پول، بلاک، هر چیزی که باشه یه از انسان نیست، یک امتحان است. یک امتحان است. وقتی میگه که یک آپارتمان بسیار بلند مقبول دارم، یک زلزله میشه و خاک یکسان میشه در یک چشم به هم زدن. صدها موتر داری،
یک بار در گرفت، امش در گرفت. صبح بجز از این که یک موتر دیگه بیاری که خاکسترها از زیر ببره، چیز دیگه نیست. دقیقا. اگر بگویی که من چی دارم و چی دارم؟ ایچ. فقط اگر تنها بگویی که من یک بدن سالم دارم، این هم از خودت نیست. اگر خدا بخواه این همین لحظه فلج میشی و باز نیاز داری که یک کس تو را برای رفع حاجت تا تشناب ببره و تو را پس بیاره. انسان هیچ چیزی نیست، هیچ چیزی نیست، فقط یک چیزی که داره کبر و غرور کو بربادش میکنه، او خرابش میکنه. افتادگی آموز اگر تشنه فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. ما با وصف از این که دوستا بگوین آج سخا چی و چی طور، ما اگر یک بایسکل چینایی داشته باشم و در این بایسکل چینایی ترکاری و میوه و هم چند تانه هم در پشت قنجقه بایسکل باشه و متراحت بگردم، افتخار میکنم از این که تا نه به خاطر انسان قسم باشه که همیشه باشه. خیلی خوب، ممنون. آیسه همکارای شما میکنن وقت خلاص است. آخرین موترتان مدلش چی هست در نمایشگاهتان؟ موتر کرولای 2020. قیمتش چند است؟ قیمتش 15000. 15000. لیلامش میکنین همینجا؟ میخرید شما؟ شما لیلام کنین یا ما یا همکارا یا دوستا یا بیننده. دمیج یک لیلام است شما، همین لیلام کردن شما رو من زیاد دوست دارم. من موتر کرولای 2022 ماشینش پترول، گیرباکسش اتومات، با پلیت و جواز سیر 15000، 14000، 13000، 12000، 11000 و 10000 دلار. 10000 از من شد حاجی صاحب. بریم بخیر اسنادش. خدا برتون. خدا برتون. ما با یک دروغ از یک یوتیوبر یک موتر از ما گفت که از ما گفتم مرا بیانه. خب مرا بیانه. خب هر قدر پولی تو امی یک باکس و تا بالای خود دید 500 افغانی داشت. او 500 افغانی را ازش بیانه گرفتم. او باز نمو چیز خود نشته کرده بود. نمو عنوان برنامه خود نوشته کرده بود که خرید موتر با 500 افغانی از آج سخا. 500 افغانی خرید موتر 500 افغانی یک موضوع. و بعضی ها ما یک گله دارم از یوتیوبرها که همشان هم دوست دارم، احترام دارم و ما از آج سخایی که هستم از برکت همو کمرای همو یوتیوبرها همو دوستای ما معرفی شدیم به نقطه نقطه دنیا و همه هموطنایم که ما ازشان تشکری میکنیم. اما از بعضشان مثلا در دفتر مشیشیم یک عنوان نشته میکنیم که زخمی شدن آجی سخا، دروغ به شهادت رسیدن آجی سخا، عمله بالای موتر فروشی آجی سخا. قطعه مردم ها دیگه مصاحبه نکرد، امور قطع کردیم، امور قطع کردیم و در یک برنامه گفتیم که یک لوده آمده این تیه گپ زده. از ما بعضا انتقاد کرد که او را لوده گفتیم. من گفتم لوده بسیار یک کلمه ابتدایی بود که ما برش گفتم. اگر ایره من میگفتم که تو ترور شخصیت کردی، اگر ایره میگفتم که تو ایره ثبوت بکن که در کجا ما زخمی شدیم، در کجا عمله شده بالای ما، یک کسی میگه چی به ما عمله بخیر تیر شد سرت، میگم در کجا؟ میگه در رای جلال آباد سرت هم او بیدر، ما یک سال از جلال آباد نرفتیم. یک کسی میگه که همین دعوای چطور شد، در حال هیچ ما کدام دعوای هیچ کدام چیزی با هیچ کسی نداشتیم. منتها من خواهش میکنم از تمام چینل یوتیوب ها چون تمام دوستا اگر میخواین ویو بگیرن، همو بازدید کننده بگیرن، بیننده بگیرن، میشه از یک رای منطقی امی نه به یک دروغ نشته بکنن و یک کس جگرخون شه او را ببینه و در آخر یک لعنت بکنه. محصد من خود 10000 دلار این راست هست میگیرم دیگم موتر تاری سایی آزر است دروغ نیست. سلامت باشین، شکر. بسیار خوشحال شدیم که آمدین. سال نو را بر شما فامیل محترمتون تبریک میگیم. سال به شما مبارک و متنای عزیز هم مبارک. امیدوار هستم یک سال خوب و خوش و پر از موفقیت ها داشته باشن و همیشه سبز باشن. سلامت باشین.